اسپانسرهای برنامه نوروزی شای تلویزیونی تنین، محصولات غذایی صدف با بیش از هزاران محصول غذایی برای عاشقان عطر و طعم غذاهای سالم، کیلدا بهترین برنج باسماتی در دنیا، ایندو یوروپیان معرف بهترین مواد غذایی ایرانی و خاورمیانه‌ای در جهان، کالتکس رکوردز مبتکر و پیشرو، نخستین و بزرگترین تولید کننده آهنگ‌ها و ویدیوهای ایرانی در سراسر دنیا. نه نه عزیزم، اونطوری نه، نگاه کن اینجوری، حالا درست شد. اگه میخوای غذاهای خوشمزه درست کنی باید تمرین کنی و به حرفای مامان گوش بدی. مثل تمرین تو مدرسه، درسته مامان؟ اینم یه جور درس عزیزم. نه بیرون، تو آشپزخونه نباید بیای. راستی برای برنج باسماتی به این احتیاج داری، درسته؟ حاضری؟ حالا دیگه برنج باسماتی چیلدا باشه. یاد گرفت. برنج باسماتی چیلدا بهترین و خوشمزه ترین برنج باسماتی دنیاست. عالی‌ترین مواد اولیه غذایی را از چهار گوشه جهان برای شما گردآوری می‌کند و به منازل شما می‌آورد. با محصولات غذایی صدف سفره شما رنگین‌تر می‌شود. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. بله، و اما قسمت چهارم برنامه نوروزی 1373 از همکنون آغاز می شود. تا دوستان سرگرم هستن و دارن برنامه رو به قول معروف براتون آماده می کنن، ما گفتیم که یه سلام کوتاهی داشته باشیم تا آغاز بکنیم قسمت چهارم. تصویر آقای شرزفی، شما حاضر باشید و بینندگان عزیز بریم و قسمت چهارم برنامه نوروزی امسال رو با هم مثل که سرصدام زیاد میاد، خیلی داغه. بچه‌ها مشغولن، ما یواشکی که اومدیم و با شما یه سلام دوباره. بله، زمان قنچه به طرف چمن، شکوفه و بوی خوش در همه جا پر ز من. من همه سال آمدم، مژده خوش دامده ام. دوباره آمد بهادر، شده لال زار، رومه ی گلگون بیا خنده بزن بی شمار. گوی که نوروز شد، لال درف روز شد. گوی که نوروز شد، لال درف روز شد. گفتم امسال تو به بود از پارسال، هدیه فراوان بود مرا بدین کول بار.
زهر نو باو گون کودک و پیر و جوان عیدی بیاورده ام ز خاک پاک ایران دوباره آمد بهادر شده لاله‌زار رومه ی گلگون بیار خنده بزن بی شمار گوی که نوروز شد لاله درفروز شد 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 بچه اگه موافق باشین خوبه که بریم نگاه کنیم به یکی از آهنگای دیگه خانم محسی به نام قدیما. قدیما حتما
قدیما حرف و شیرین چون عسل بود، میونه مردم این ضرب المثل بود. از یه گل بهار نمیشه، بی‌وفا که یار نمیشه، واسه عاشقا هیچ درد انتظار نمیشه. مبارک انشالله.
ایا ایرانی، ای اسطوره صبر و گذشت و بردباری، ای ابر انسان، تو چون خورشید تابانی، تو جاویدی، تو میمانی. چرا؟ زیرا که پیوندت نبریدی ز نوروزت، ز فرهنگت، زبانت، ز سنتها و آدابت، چنان کوهی مقاوم پاسداری کردی. باشد که باشی، یکایک روزهای تو همه نوروز و هر روزت به از دیروز. الهی بازگردی سوی مام میهنت پیروز. الهی با پیام صبح خندان بهاران، جلوگاه روشن چشم افقها، بار دیگر با تبسم‌های شیرین جوانی، زندگانی رنگ شادی‌ها گرفته. دل به یاد یک پیام است، آن پیام آشنایی یا سرود سرد اندوه جدایی، یا که از مرز حقیقت قصه های روشن عشق خدایی. در بهاران با صفا گردی چمن، در گلستان می نهی گل در چمن، با پرستوها برو سوی بهار، تا شوی در زندگی خوش روزگار. بهار از راه می رسد، بهاری که نوید دهنده عشق است، نوید دهنده امید است و نوید دهنده آغاز زندگی. بعد از زمستان بزرگ و زمستان کوچک، بهار از راه می رسد. فراش باد سبا را فرموده تا جامه زمردین بگستراند و دشت و دمن را به رنگ سبز بیاراید. نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هجیر، با طالعی مبارک و با کوکبی منیر. در بهار درختان و دشت و صحرا شکوفه های بهاری برتن می کنند و جهان روزی نو و زندگی نوینی را آغاز می کنند. همه موجودات از خواب زمستانی خود بیدار می شوند و گیتی حراوت و شادابی مخصوص خیش را باز می‌یابد. روز اول بهار که مصادف است با روز اول سال نو ایرانیان، مراسم عید نوروز که بنیانگذار آن جمشید شاه پیشدادی بود برگزار می‌گردید و مردم سرزمین ایران به جشن و سرور می‌پرداختند. باز بهار آمد و باد بهاری وزید، بلبل افسرده را داد ز وصلی نوید. باز طبیعت نمود خنده به روی چمن، عاشق شوریده را شور و نشاطی دمید. بر سر هر صخره‌ای رست گل تازه‌ای،
در بر هر درکه‌ای شاخ و برگی جدید. روی چمن اطلسی فرشی از اطلس گشود، باد پریشان نمود خرمن گیسوی بید. نرگس زیبای مست روی به صحرا نهاد، بلبلک از عشق او جامه صبری درید. در ته هر دره‌ای جش روان جوی آب، در دل هر ذره‌ای جش فروغی پدید. رقص نکویان نگر روی علف‌های سبز، و چه شوری به پا گشت و چه قلبی تپید. خیز و به صحرا برو از قفس آزاد شو، زان که به زندان بود آن که به کنجی خزید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خداوندا، در این لحظات حساس با تمامی وجود تو را می ستاییم و به درگاه با عظمت و توانای تو روی می آوریم و از تو می خواهیم قلبهای ما را از کینه و عداوت پاک گردانی و مهر و محبت در دلهای ما جایگزین سازی و روان ما را از آلودگی ها و ناپاکی ها و زشتی ها رهایی بخشی و ما را نسبت به هم مهربان، غمخوار و یار و یاور گردانی. پروردگارا، که جهان و جهانیان و هرچه در آن است آفریده ای و همه چیز در ید قدرت توست، ما را به راه راز هدایت و رهبری فرما و وطن ما را در امنیت و آسایش قرار بده تا مجد و شوکت دیرین خیش را باز یابیم و سال نو را با خیر و برکت همراه و همگام ساز. همه چشم امید به عنایت تو دوخته ایم و حاشا به بزرگی و بخشندگیت که ما را از درگاه خود مأیوس و ناامید برانی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا به احسن الحال. آغاز سال 1373 خورشیدی، نوروز بر شما مبارک باد. پیام نوروزی مهرداد پاکروان، مدیر و تهیه کننده شو تلویزیونی تنین، به مناسبت فرارسیدن نوروز. با بهترین شادباش‌ها فرارسیدن نوروز 1373 را به تمام ایرانیان عزیز صمیمانه تبریک گفته و سالی مملو از شادی و نشاط و پیروزی برای همگان از خداوند متعال آرزومندم. بسیار خوشحالم که امسال نیز برای دومین سال متوالی توانسته ایم مجموعه ارزنده دیگری را با فرارسیدن نوروز به منازل شما بیاوریم. همانطوری که می دانید، سال گذشته شوی تلویزیون تنین
عظیمترین و بزرگترین شوی نوروزی تاریخ تلویزیون ایران را در یک مجموعه 20 ساعته به بازار ارائه نمود که بنا به گفته صاحب نظران و منتقدین بهترین تولید تلویزیونی ایرانی بوده است. هزاران هزار نامه، تلگرام و تلفن‌های مهرآمیز طرفداران این شوی تلویزیونی در سراسر دنیا از امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و اروپا گرفته تا شهرهای کوچک و بزرگ وطن عزیزمان ایران بهترین پاداش ما بوده است. جهت رسیدن به چنین نقطه‌ای در سر راه این شوی تلویزیونی مشکلات زیادی قرار داشته، ولی با پشتکاری یک تیم ورزیده که از مشکلات نهراسیده و آنها را نادیده گرفته، این مهم میسر گردید. هدف این شوی تلویزیونی همیشه این بوده است که بهترین ها را برای ایرانیان تهیه کرده و به نمایش بگذارد و همیشه بهترین باشد، و به خود میبالیم که به تصدیق میلیون ها بیننده این برنامه تلویزیونی در سراسر دنیا بهترین میباشد. در اینجا از فرصت استفاده کرده از تمام بینندگان شوی تلویزیون تنین در سراسر جهان که با حمایت خود ما را به این مقام افتخار آمیز رسانده اند سپاسگزاری و از تمامی هنرمندانی که همیشه یاور ما بودند تشکر نماییم، و در آخر از یکایک افراد کادر اداری، تهیه و تولید و کادر فنی که بدون وجود آنها تهیه این برنامه ها غیر ممکن بود سپاسگزاری کنم. به امید سال بسیار خوب و پربرکت برای تمامی ایرانیان. نوروزتان پیروز. مهرداد پاکروان، مدیر و تهیه کننده شوی تلویزیونی تنین.
خانم ها آقایان، از طرف خودم و کلیه همکارانم در شوی تلویزیونی تنین و کمپانی موسیقی آواز کلتکس، آغاز سال 1373 رو به یکایی که شما بینندگان عزیز تبریک میگیم و آرزو میکنیم که امسال سالی پر از مهر و دوستی باشه و از خداوند سلامتی تک تک شما عزیزان رو خواست داریم. در طی 4 سال گذشته همواره نوروز رو با شما آغاز کردیم و در کنار شما بودیم و در اینجا باید بگیم که ویدیوهای نوروز 1373 شوی تلویزیونی تنین پرفروشترین ویدیوهای ایرانی است که تاکنون در سراسر جهان پخش شده و مطمئناً با حمایت شما عزیزان ویدیوهای امسال ما نیز رکورد اون رو هم خواهد شکند. تنها باید از شما تشکر کنیم که همیشه پشتیبان ما بوده و هستید و از خداوند بزرگ می‌خوایم تا هر روز به ما نیروی بیشتری بده تا بتونیم با برنامه‌های بهتری به منازل شما عزیزان بریم. اجازه بدید تا از کلیه کسانی که در تهیه این برنامه با ما همیار و همکار بودن سپاسگزاری کنیم. از مرزاد پاکروان همچنان تشکر میکنم برای محبت‌های زیادی که به یکایک بچه‌های شوی تلویزیونی تنین داشته و تهیه کننده بسیار بسیار پرقدرتی هستش. از شکوفه پاکروان که با صبر و شکیبایی همیشه همراه و همیار ما بوده. از افسانه و آفرین ارجمند سپاسگزاری میکنم و اجازه بدید در اینجا از شهروز رفیعی بگم که او رو باید یکی از مسلط‌ترین گوینده‌های ایرانی نام برد و همیشه گفتم که شهروز رفیعی بهترین تصویر بردار ایرانی خارج از کشوره و روی این حرفا هم همیشه وای میستم. از میکی مهاجر تشکر میکنم که همیشه یار و یاور من بوده و در کارها قدم به قدم منو یاری کرده. از ویدا صادقی عزیزم تشکر میکنم که بیش از 4 ساله که با ما همکاری میکنه. از مارک ماردویان سپاسگزاری میکنم که همچنان او و گروهش در M&M ویدیو پروداکشن در قسمت‌های آهنگین برنامه ما را همراهی کرده. از آقای شهرام محقق سپاسگزاری میکنم که مانند یک برادر لحظه ما را تنها نذاشته در تولید این برنامه و دوست بسیار بسیار خوب بچه های شوی تلویزیونی تنینه. از فرهناز الوند باید گفت که دستیار و منشی صحنه بودن ایشون و از رسول اصفهانیان باید صحبت بکنم که مدیر تدارکات این برنامه بوده، وظیفه بسیار بسیار مهمی رو بر عهده داشته. در پایان از شهیاد یادگاری دوست خوبم تشکر میکنم که در قسمت ادیت این برنامه من همکاری کرده و از امسال با چهره بشاش و شاداد به او آشنا میشید. باز هم از همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم، شمایی که همیشه همیشه به ما لطف و محبت خودتون رو داشتید و از ما دریغ نکردید. امیدوارم که لحظات و دقایق زندگی شما همیشه پر از شادی و سرور باشه. همیشه گفتیم و اجازه بدید یک بار دیگه این مسئله رو عنوان کنیم که هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باشه. خب دوستان عزیز، مثل که وارد سال 1373 شدیم، نوروز بر همه شما عزیزان مبارک باد و شما خانم خیلی ممنون. مرسی خیلی ممنون. شهروز جان، امیدوارم سال خوب بدشته باشید. مرسی شما جان. اگه اجازه بدیم سال نو رو به تمام هموطنان عزیزمون چه در اینجا و چه در ایران تبریک بگیم. انشالله که سال خیلی خوبی برای همه شما عزیزان باشه. بله مرسی خانم. یه پیامی هم برای پسر عزیزتون داشتید؟ بله، پسرم یه ماهی میدونی به اروپا رفته درس بخونه. اشکان جون سال نو بهت مبارک باشه. خب چند سالشون هستن؟ 14 سال. ماشاءالله. بله اجازه بدید که من هم سال 1373 رو به یکایک که شما هموطنان عزیزم تبریک بگم. امیدوارم که سالی داشته باشید پر از شادکامی، موفقیت و تندرستی. بله شما برای دخترتون پیامی ندارید؟ من دختری ندارم. بله بینندگان عزیز، انشالله که نوروز امسال خیلی خوب باشه براتون و سال بسیار بسیار خوبی رو داشته باشی و به تمام آرزوهاتون برسین و باعث افتخار واسه من که بار دیگه با این تیم بسیار خوب در نوروز امسال هم باز دارم کار میکنم. عیدتون مبارک باشه. بله من هم به نوبه خودم سال پر از مهر و محبت و برکت رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله که در هر کجای دنیا که هستید زیر سایه خداوند متعال باشید، همیشه بهتون خوش بگذره، در صلح و آرامش به سر ببرید و آرزو میکنیم که انشالله بتونیم
انشالله در کنار شما عزیزان در ایران عزیزمون باشیم. نوروز بر همه شما مبارک باد. بینندگان عزیز در کنار سفره هفت‌سین نشسته ایم و میزبان هنرمندی هستیم که مطمئناً با صدا و
پنجه جادویی این هنرمند آشنایی دارید. به قولی مردی ایستاده بر بام دلهای عاشقان، زمانی که پنجه سحرآمیز این هنرمند به حرکت می‌افتد، هر حرکتی را از حرکت باز می‌دارد. خانم ها آقایان، بیژن مرتضوی. حالا میدی لباسم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. انشالله که حال همگیتون خوب باشه. نوروز رو به همگی تبریک میگم. انشالله که در سلامت کامل و صلح و صفا به سر ببرید. خب عید شما مبارک باشه. شهر جون گفت که وقتی ویولون میزنه همه از حرکت باز میشه. خیلی بده. هر حرکتی را از حرکت باز میداره. آها، یعنی خوبه. حتما خوبه. وقتی صحبت از آواز خونم صحبت میکنه تو چی میزنی؟ وقتی صحبت از ویژن میگه بعد شیف واقعا یکی از دوستان بسیار بسیار خوب منه و نوروز واسه مخصوصا شخص من بدون ویژن معنا مفهومی نداره و باید همیشه در طی 4 سال گذشته در کنارش بودم و افتخاری هستش که امسال هم با ویژن عزیز هستیم و بچه ها همه دوستش دارن به خاطر اینکه خیلی خودمونیه، خیلی صافه و انسان واقعی وارسته‌ایه. خیلی خوشحال هستیم میژن جان. مدتی بودش که ازت خبری نیستش، بیشتر در لس آنجلس خبری ازت نیستش. خارج از لس آنجلسی ها و خارج از کالیفرنیا از صدا و سازت استفاده میکنند و ما به قول معروف به دور هستیم از این. دلیلش چیه میژن؟ والا کبابیش خبر داری علی جان که علی خصوص سال گذشته رو بیشتر من در استودیو به سر می‌بردم. بله. غیر از خب سفرهای کانسرت و این حرفا مشغول تهیه کردن آلبوم جدید بودم که خب یه مقدار کارش بیشتر از آلبوم‌های سابق من بود، به دلیل اینکه به همون روش سابق خواستم پیش برم و یک آلبوم تهیه بکنم با خوندن و ویولن زدن توامن. چند تا آهنگ خیلی قشنگ داشتم و انشالله حالا میاد بیرون و دوستانمون بسیار زیبا بسیار خوشم قضاوت خواهند کرد. این بود که حیفم اومد اونا رو در بیارم، چون میدونی بیشتر از 55 دقیقه نمیشد طول آلبوم باشه. پس سورپرایز میخوای الان بگی چیه دیگه؟ نه نه بگی بذار بذار ملت برای اولین بار جوی دوربین تنین بذار سورپرایزی که در آلبوم بیژن 3 خواهد بود رو بگی. من فکرم خیلی از بچه هم حتی نمیدونن سورپرایز آلبوم جدید تو بگو. خودت بگو. اوکی، بیژن مرتضوی امسال با 2 آلبوم به بازار میاد. یعنی آلبوم بیژن مرتضوی امسال 1 آلبوم نخواهد بود، 2 کاست در 1 بسته‌بندی هستش. و این سورپرایزی که هیچ کسی نمیدونستش و خب ما خواب هم دیگه صحبت میکنیم و خیلی خوبه من فکر کنم، چون یک آلبوم بیژن بیشتر صرف خوانندگی بیژن شده، صدای ساز ویولنش که همیشه توأم بوده با قسمتایی که میخونده، یک آلبوم کاملا خوانندگی داره تو این توش و آلبوم دیگه از ملودی های با ویولن و تک نوازی ویولن و ارکستر بزرگ تهیه شده و یک دونه آهنگ هم تو اون آلبوم داری که خوندی تون. برصد با 15-16 آهنگ جدید امسال بیژن مرتضوی قراره که سال 1373 رو به چنگ خودش بیاره. پس با یک تیر 2 نشون میزنن وقتی که آلبوم شما رو میخرن. انشالله. فکر میکنم که خوب باشه. اینی که سوال کردی علی جان کجا بودم؟ مشغول تهیه 15-16 تا آهنگ بودم. صحبت از توی دوستان البته که در امریکا هستن اینو میدونن، در برنامه های عادی تنین همش هی صحبت میکردیم راجع به آلبوم بیژن، همش میگفتیم که بیژن به هر حال مشغول کارشه و دلیلش البته این بود چون بیژن داشت 2 آلبوم به قول معروف آماده میکرد که آماده روانه بازار بکنه، برای همین بود که ما هر هفته میگفتیم که داره بیژن کارشو میکنه، سخت در کار در استودیو. به هر حال دلیلش این بود. به هر حال خوشحالیم که امسال عید این 2 آلبوم از بیژن عزیز به عنوان بیژن 3 و 4 به بازار 2 آلبوم ان شاء الله. بیژن زندگی چطوره؟ عالی مرکه سر حاله. حال چرا نه، خدا رو شکر همه چرا باشه. ما میدیم چرا سر حال خوبه. چرا دلیلش چی هست؟ اون برای دور بایسته. خب زندگی خوبه دیگه، برای همینم بیژنم خب
انسان خوبیه، باید همیشه بهترین ها هم داشته باشه در کنارش. قربونت برم، زنده باشی. بیژن جان، میخوام ازت سوال بکنیم که فکر میکنی یک هنرمند باید چه کار بکنه؟ چه چیز با من دفعه که صحبت میکردیم گفتم مثلا سر یه برنامه بودش که صحبت میکردیم و قبول نکرده بودی که به اون کنسرت بریم، چون میگفتی آقا باید یه چیز تازه‌ای باشه در دست تا آدم یه حرکت تازه‌ای بکنه. این دلیلش چی میدونی؟ بگونی بعد یه هنرمند چی کار بکنه؟ والا یک ورزشکار فکر میکنم همیشه باید دارای آمادگی بدنی باشه، اولین شرطشه. یک هنرمند اسمش روشه، باید اگر خوانندگی حرفشه که بهش هنرمند میگن، باید دائم در تلاش باشه، باید کار قشنگ، کار خوب عرضه بکنه. زیادی کار که کمیت کار به نظر من مهم نیست، کیفیت خیلی مهمه. کما که شما شماها دیگه خوب میدونید که گهگاه میشه من برای یک آهنگ واقعا 4 ماه میرم استودیو برای یک دونه آهنگ، و نوشتن این آهنگ، تنظیم این آهنگ، شعر این آهنگ، خود ملودی، طرز اجراش، سازی که درش انتخاب میشه، میکس کردنش، انجینیرش، همه اینا باید یه تلفیق عالی داشته باشه. اگر نداشته باشه محصول خوبی نخواهد شد. حالا میتونید به زور تبلیغات این رو عرضه بکنید، میتونید به زور خیلی چیزای دیگه، ولی اصل مطلب چون صحبت از هنره، ببخشید، به هنر خوانندگی و موسیقی اصولاً، اینه که باید تمام این مسائلی که عرض کردم تلفیق بشه با هم و بهترین نوع عرضه بشه، به بهترین نوع. شعر باید بهترین شعر باشه. اگر یک خواننده سیاسیه باید شعرش مطلب رسون باشه. اگر یک خواننده عاطفیه باید کسی که شنونده است گوش میکنه عشق رو احساس بکنه درش. اگر یکی نوازنده است، حالا هر سازی میزنه، باید وقتی ساز میزنه منتقل بکنه احساس رو به شنوندش، حالا اگر تاره با تارش، اگر ویولونه با ویولونش. بر صورت من فکر میکنم که اونی که شما گفتی علی جان، من معتقدم واقعا به این که کمیت مهم نیست، اصلا کیفیت خیلی مهم تر است. از این کارهای جدید ما رو بی بهره نذار، یه منتظر کلی ضبط کردیم از ایشون. من مخلص شما هستم. کلی ضبط کردیم. می‌خوایم پخش کنیم. والا قبل از اینکه پخش کنیم یا حجتی رو برنشسته. هی با دست و اشاره میگه از من پخش کن. از آقای حجتی. من میام بریم یه قسمت از آقای حجتی پخش کنیم. برگردیم. با بیژن عزیز صحبت کنیم در رابطه با یکی از این آهنگ‌هایی که ضبط کرده، چون خیلی زیباست. برگردیم. بعد باز دوباره با بیژن صحبت می‌کنیم. یه قسمت با آقای حجتی نگاه کنیم ببینیم چیکار کنیم. بفرمایید آقای حجتی. Kızlar kul ağası inşallah bir erelim güzel olsun puldar da olsun. Şimdi güzel kızlar güzel hanımlar görün benim yoldaşım Kerim Bey burada. Eyvah diyesen özledi velidi güzeldi ama cebinde 5 gram pul yoktu. Yaparıp tezliginen töylesin Koy hanımı bey yaparıp tezliginen töylesin Sen de kemen alarım ben de bir bey olarım Sen de kemen alarım ben de bir bey olarım Kuluba var var Kuluba var var Kuluba gelerim Dilirem gelersen Bile bile yarımsan Ah bile bile canımsan Kuluba var var Kulba Var var Kulun var gelerem Ah bilirem gelersen Bile bile yarımsan Ah bile bile canımsan
آزرسون آنون پلی چهارسون درد غمی آزرسون بلو با بار با بلو با بار با بلو با گلرم میدیدم گلرسن بلا بلا یارمسان آخ بلا بلا جانمسان بول با بار با بلو با بار با بلو با گلرم میدیدم گلرسن بلا بلا یارمسان آخ بلا بلا جانمسان جدی کارشو بلده. 100 درصد. خیلی وقته خب اون که. بله. سن این کارا. جزو چیزام هست دیگه به قول معروف جزو اکسکلوسیوای تنین همیشه. بله. بیژن جان. جانم. آهنگی که ضبط کردیم ازت، آهنگی خیلی زیادی هستش که من یکی از اون یکی بیشتر دوست دارم. قربونت برم. یه آهنگ داره بیژن. اسم این آهنگ هست خواب و بیداری. من اسمم گذاشتم نمیدونم خودت چی اسمت. خواب و بیداری. خواب و بیداری. این آهنگ خیلی زیباست و آهنگ رو حسن شمعی زاده ساخته. بله آقا شمعی زاده که صحبت میکردیم یاد که در رابطه با آهنگ صحبت میکردش شعر اینو همایون هوشنژاد گفته. خیلی جالبه واسه ما آقای همایون هوشنژاد اینجا وایساده و بخوام ازش دعوت کنیم تشریف بیارن اینجا. همایون جان دوست خوبمون همایون هوشنژاد عید مبارک. عید شما مبارک. ما خیلی دور از دور. زیاد ما مردم هم یه مشخصی نکنیم. باش باش باش. اگر از کوری بدونم. خیلی خوش اومدید. عیدتون مبارک باشه. عزیز نجات. خیلی متشکرم. بالاخره ما شما رو در کنار خودمون دیدیم. والله من که ما هیچ وقت خودمون رو در روزنامه شما ندیدیم. ما شما رو بالاخره این بار در تلویزیون تنین دیدیم. آقای هوشنژاد ناشر و سردبیر نه همون ناشر ناشر و مدیر مسئول روزنامه عصر امروزی که هر روز در لس آنجلس چاپ میشه و در سراسر دنیا این روزنامه پخش میشه و در ضمن ترانه‌سرایی هم میکنه و در ضمن ترانه‌سرایی میکنه البته پرکار در اینها البته من
اصلا نفهمیدم چطور شد من اومدم اینجا. یه کاری با آقای مرتضوی داشتم، زنگ زدم گفت من اینجا هستم. من یواشکی در رو باز کردم و اشاره کردم. ما شما رو دیدیم. در حال خیلی خوش اومد. قربان شما، خیلی متشکرم. خوشحالم که در این جشن نوروزی شما شرکت میکنم و حداقل این یه افتخار بدون اطلاع بود که نصیب من شد. خواهش میکنم. من فن بیانم زیاد خوب نیست. استاد ما هستیم قربان. حالا باید چیکار کنیم؟ هیچی، هرچی دوست داری. خواهد با من تبریک این دوربینت. من تبریک میگم دیگه به همه ایرانی ها تبریک میگم، به خاطر که واقعا سنتی داریم به نام نوروز و در هر جای دنیا که هستیم باید این سنت رو حفظ کنیم. من دیشب یک مسئله جالبی برخوردم. در یکی از این گروسری ها بودم و دیدم که یک خانم، داشتم با صاحب مغازه صحبت میکردم، دیدم یک خانمی با ولع تمام از آقا سبزه داری، آقا گندم داری، آقا سنجد آوردم برات. دیدم این خانم انقدر با شور و التهاب راجع به این هفت‌سین و این حواشی قضیه صحبت میکنه، اصلا من بی نهایت تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم خانم چطور حالا از حالا شما عرضم بودتون که این جریان مال 15 روز پیشتره، عرض بودم چطور به این زودی؟ گفت آقا زندگی اون همه از ما گرفتن، یه سنت مونده، اگر این سنت هم خود ما حفظ نکنیم بدا به حال ما. من بچم الانه به عشق این که من اینا رو برم خونه بخرم ببرم تو سفره هفت سین بچینم، روز داره دقیقه شماره میکنه و من هر روز میام و میبینم این آقا نیورده اینا رو و من از اون صاحب گروسری قور گرفتم که هر چیزی تر اینا رو بیاره. چون واقعا برای تو روز نامه می‌نویسم. نه جای مسئله اینطوری نیست. من هیچ وقت چی رو با هیچ چی قاطی نمی‌کنم. در صورت عیدتون مبارک باشه. من به تمام تماشاگران شما درود می‌فرستم و امیدوارم سال خوبی داشته باشه. نمی‌دونم می‌دونی یا نمی‌دونین سال سگ امسال. جدا؟ بله. و عرضم به دوست سگ حیوان باوفایی، امیدوارم که ما همیشه حداقل وفا پیشه کنیم و دوستان خوبی در کنار هم دیگه باشیم. خب در کار گرفتاری هستش، مشکلات هست، رقابت هست، داد و ستد هست، زده خوردم هست، ولی در انتها من فکر میکنم که ما نباید ایرانی بودن خودمون رو فراموش کنیم، انسانیت داشتن خودمون رو فراموش کنیم و مهمتر از همه بارهای فرهنگی خودمون رو فراموش کنیم، چون اینها هستن که ما رو سر پا نگه داشتن و به عنوان یک قوم زنده همچنان به خودمون میبالیم. در اصلا کار دیگه میخوام میتونم بکنم. یه شعر امروز بخونید، بخونید برای بیننده های ما دیگه فبه ها. والا حضور ذهن که نداشتم. حتما داره این های نه، من اتفاقا تنها کسی هستم که شعرام خیلی زود از بحر میکنم و چون باعث اینا رو پرزانته بکنم نمیتونم یک کاغذ میداد از جیبم در بیارم. ولیکن اجازه بدین آخرین شعری که من همین امروز تمومش کردم و هنوز فکر میکنم که موقعش در جیب من باشه. تو یعنی اینکی بیلتی شما باشه؟ بیلتی حقای ببنده مسافرین نه ایشون مسافرین نه، فقط یواش بکن که بیژن برنه یا دوباره آهنگش بذاره. نه از اون که اصلا ببینم پلوم هستش که خوشبختانه پلوم نیستش. بله پلوم نیستش، ولی کن اجازه بدیم یکی از بله، حالا اونو که الان فکر میکردم توی جیب هم باشه که خوشبختانه نیستش. خوشبختانه نیستش. داری؟ نیستش. آفی هستش. آخی خدا، این شعرام من باید زندگی میکنم. یعنی بذارین اینو من خدمتون از کنم، بذار پشونی میکنم ولی اشکال نداره. من کارم خیلی زیاد هستش در ارتباط با انتشار یک روزنامه یومیه و واقعا وقتی برای این که من بتونم به کار دیگه بپردازم ندارم. من از ساعت 7 صبح تا وقتی این آقای پاکروان شما شاهده، قبل از که ایشون بیاد مغازشو واکنه من جلوی مغازه وایسادم که تو کی اصلا خونه میای بیرون؟ گفتم والا من خواب ندارم، من شبم که میخوام میونه خواب بیداری آقای پاکروان میونه مثل 10 نفر دیگه میونم که چطوری بیام بسید روزنامه در ارتباط با آگهی جور بکنیم. دلار میون خواب بیداری دلار میبینم انگاری نه شاید شاید مثل دوست شمایزاده پیروز رفتم پلوش دیدم روی آهنگ خود شعر گفته، گفتم حسن باور کن میرم آهنگ میسازم، این کارا رو دیگه نکن، اما کار خودتو بکن، کار خودتو بکن. حالا به هر حال این شعرها رو من موقعی که تو ماشین نشستم و درایو میکنم این برانور می نویسم
و با این شعرها من زندگی میکنم. یعنی فکر میکنم که لحظات قشنگ زندگی منو اون لحظه های تشکیل میدن که من توی اتومبیل نشستم دارم رانندگی میکنم و قلم و کاغذ دستمه و دارم شعر مینویسم. از این قشنگتر تو زندگی من وجود نداره. اینو بدونیم. و من حالا نمیتونم بگم قشنگترین، ولی میتونم بگم قشنگترین کارهای خودم رو توی این حالت و عالم نوشتم. جای دیگه هم ننوشتم، نه رفتم تو صحرا، نه رفتم لب دریا خوابیدم، نه تو خونم چرت زدم، فقط پشت ماشین. اگر شما هر وقت منو پشت ماشینم ببینید، میبینید یه قلم کاغذ دستمه دارم مینویسم. بار هم تصادف کردم، اینقدر تیکت گرفتم. حالا این شعر ارتباطی نداره، ولی خب اینو نوشتم. سرنوشتم با تو یک عکس تماشایی شده، عکسی از گیرایی یک قصر رویایی شده، قسمتی از چلچراغ روشن دنیای عشق در دل تاریکی شبهای تنهایی شده. سهم تو از عشق من گیرایی یک قلب پاک، سهم من از عشق تو درگیر رسوایی شد. قسمت من با تو در سود و زیان عاشقی یک دل تنها و یک دنیا شکیبایی شد. قصه عشق من و تو با همه دلبستگی کوله بارش نیست غیر از خستگی. من بدهکارم به تو انقدر که با تو سر کنم، من بدهکارم به تو انقدر که با تو سر کنم، در هوای بودنت قلبم رو عاشق‌تر کنم. جا نذاشتی تا تو رو حتی بشه باور کنم، انقدر دل را بسوزم تا که خاکستر کنم، یا گل باغ وجودم را به پات پرپر کنم. قصه عشق من و تو با همه دلبستگی کوله بارش نیست غیر از هست. به به خیلی مسکر. من فکر کنم به اندازه کافی در این شوی زیبای تنین شرکت کردم. قربان شما، فدای شما، با من کاری نداری. قربان شما، خیلی خوشحال شدم. قربان شما، قربان شما، بیژن جان بازم موفق باش. زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشق زد و به نام ما شد. اونی که حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه. زمین و آسمون یک جا فناشه. بندم از هم دیگه باشه، اگه سر از تنم بخواد جداشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه یه لحظه قحطی مهر و وفاشه، نمیذارم تو این دنیای بیمه
پر از صفا کرد، درد بی کسی منو با عشق دوا کرد، اومد و رسوا میخواست ببین ما رو، خودشو تو شهر عشق انگشت نما کرد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه، زمین و آسمون یک جا فناشه. زندگی خوب و بدش به کام ما شد، قرعه عشقی زد و به نام ما شد، اونی که حتی تو خوابم نمی اومد، توی بیداری اومد عاشق ما شد. اگه دنیا پر از عاشق نباشه، تو این دنیا دل صادق نباشه، همون بهتر که این دنیا نباشه، زمین و آسمون یک جا فناشه، شکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردی، به برنامه ما اومدی. عید رو بازم به تبریک میگیم، ان شاءالله که سال خیلی خیلی خوبی در پیش داشته. خیلی ممنونم. منم آرزو میکنم که تک تک شما عزیزان همونجوری که در اول صحبتم عرض کردم، زندگی پر سعادت، پر از سلامت و با صفایی رو داشته باشید، موفق تر از سابق باشین و همبستگی بیشتر بشه ان شاءالله. آدم ها آخ آدم
غمای روزگار چی میمونه از شما یادگار آدم آخ آدم های روزگار چی میمونه از شما یادگار یادته اون عشق روز و یادته اون همه دیوانگی ها یادته تو میگفتی که گناه مقدسه اول و آخر هر عشق حبسه آدم آخ آدم های روزگار چی میمونه از شما یادگار آدم آخ آدم های روزگار چی میمونه از شما همطور که میدونید هنرمندان زیادی در اینجا هستن که به نواختن ساز میپردازن و این هنرمندان کاست های زیبایی رو به بازار ارائه دادن. یکی از این هنرمندان خوب که با صدای زیبای تارشون آهنگ های خوبی رو برای ما درست کردن آقای پرویز رحمان پناه هستن که اگر موافق باشین یه دونه از آهنگ هایی رو که ایشون با تارشون نواختن رو به اتفاق نگاه کنید.
بله، در این قسمت از برنامه یکی از هنرمندان خوب و جوان اینجا هستند، سوزان روشن. سوزان جون خیلی خوش اومدی به برنامه ما. خیلی ممنون، عیدت مبارک باشه. عید شما و همچنین عید شما و همچنین عید شما باشه. و عید هموطنای عزیز، بیننده های مجنون و شیدای برنامه تنیم. سوزان جون، شدیم که سال قبل خیلی پرکار بودی و خیلی موفق، خودت دوست داری صحبت کنی راجبش؟ والا خیلی خوشحالم که اکثر خواننده های مخصوصا پاپ میوزیک ما همه سال بسیار خوبی پشت سر گذاشتن. همطور که میبینیم اینداستری موزیک، رسانه‌های گروهی واقعا سنگ تمام گذاشتن از سال قبل و شروعش فکر میکنم تلویزیون تنیم بود که پارسال برنامه‌های بسیار زیبایی رو ارائه داد و خب این باعث شد که خیلی از چهره های جدیدتر موزیک پاپ، البته من خیلی جدید نیستم، حدود 10 سالی هست میخونم، ولی کارهای قشنگ جوانترها رو به مورد نمایش برای دوستان بذارن در برنامه نوروزی پارسال و فکر کنم یکی از دلایل بسیار موثری که من خیلی پارسال موفق بودم تو کارم به خاطر ویدیوهای قشنگی بود که تلویزیون تنیم شهروز عزیز، علیرضا، خلاصه سنگ تمام گذاشتن همه و واقعا با اون لباس‌های زیبایی که مثل که با یه کمپانی چرم کنترات داری، به خاطر سال پیش لباس چرم سیاه پوشیده بودی، امسال قرمز. خیلی ممنون. بله امسال قرمز پوشیده بود. حالا حتما پخش هم میشه و بینندگان عزیز ویدیو رو میبینن. این ماجرای چرم پوشیدن چیه؟ والا نمیدونم، من اون لباس چرم رو خب اون پارسال خیلی همچنین فشن بود، مد بود. منم نمیگم فشن نیست، خیلی هم زیبا بود، خیلی هم آقایون واقعا خوششون اومد از این لباس های شما. قرار نشد نیکی جون، خانمان دوست و عبیده جون، ولی آقایون فکر کنم یکم بیشتر. ولی در صورت خواستم ببینم که همیشه سعی میکنی تو کارهای خودت، کارهای خوب خودت جوونی، کارهای جوون رای بدی، یکم اگه میشه راجع به زندگی شخصی خودت صحبت کن و چه کارهایی میخوای بکنی در رابطه با زندگی خود دیگه می صحبت کنه خوب میشه. والا زندگی شخصی خودم فعلا خیلی خلاصه هسته چون با پدر مادرم زندگی میکنم. بله. خب زندگی در خانوادگی مونده. من شهرت هم میدونم کجاست ولی خب نمیگم. همسایه. در یوربلیندا. درسته. بله. اکسیت یوربلیندا. 91 فریوی. That's right. خیلی جای کوایت نایس، خیلی ریلکس. همسایه آقای نیکسون هستین؟ بله، اون لایبرری نیکسون اتفاقا نزدیک ما هستش. چقدرم که من درس میخونم لایبرری وقت ندارم، ولی خب محیط خانوادگیم خیلی محیط فامیلی وار و گرم و خوبی هستش و واقعا فکر میکنم که خیلی یه هنرمند براش مهمه اگه محیط خونه‌ای که توش زندگی میکنه واقعا گرم و سپورتیو و ریلکسینگ باشه. من کلمه انگلیسی به کار میبرم یه مقدار، فکر نمیکنم خیلی اشکال داشته باشه از نظر شما. بالاخره من کوچیک بودم اومدم اینجا و مدرسه اینجا رفتم و خب بالاخره میپره توی کلمات. اشکال نداره، من بزرگ شده اومدم. درصد فعلا خلاصه میشه در یک محیط خانوادگی پدر و مادر و خودم که بسیار راضی هستم و خوشحالم که میتونم کسایی داشته باشم با نظریات خیلی جوان که کمکت کنن، که کمکم کنن و در این راه هرجی میری مامانت هم باهات هست. من بله الانم اونجا واسه خیلی خوش اومدین. حالا امشب چه آهنگایی واسه ما آوردی؟ امشب والله خیلی زیاد آوردم، بس اینکه شما کدوم رو دوست داشتین که هر کدوم تو انتخاب می‌کنی بگو بعد پخش بکنیم تا بعد دوباره برگردیم با هم صحبت کنیم. لباس چرمیه یا اون یکی لباس خیلی خوبه؟ لباس چرمیه. من ترجیح لباس چرمی. من فکر کنم بریم همون لباس چرمیه رو یه نگاهی بهش بکنیم. چرمیه دوست داریم. ایشون از چرمیه رو خیلی تو خط لباس های من آهنگای قشنگ خودم راجع بهش که آهنگام صحبت کنم. هر آهنگی که تو دوست داری میبین تو رو خدا. خب پس لباس چرمی قرمزی رو میبینیم. ببینیم تو بس برگردیم با شما. اوکی.
زیبایی و چه لباس زیبایی. خیلی ممنون، مرسی. I had a great time. خیلی خوش بود با همه در جوار شما دوستان عزیز. و انشالله که روز به روز بزنیم به تخته. این که تخته نیست، این جوانی میزنن این جوونا و این تلویزیونایی که سخت کار میکنن و این آقای علیرضا امیر قاسمی که مرتب در تلاش و کوشش هستن که این جوان‌ها رو پروموت کنن و این برنامه‌ای به تمام. من میدونم که الان همه ایرانیا واقعا اینو به جرأت میگم، چون دیدم و شنیدم و با چشمای خودم دیدم، حتی اونور دنیا توی ژاپن، استرالیا، اوریور، همه چطوری منتظر نشستن برای امسال برای دیدن این ویدیوی نوروزی که شما ها دارین. مرسی. ترتیب میدیم. مرسی که دارین. و آرزوی موفقیت برای همتون. مرسی. خیلی ممنون. و خیلی خوشحال شدم که امروز در کنارتون بودم. عید همه شما دوستان عزیز مبارک. مرسی. مرسی که ماما حکایتی دگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دگر گذر کنم. شکر بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شوم جست و اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی، از تو حذر نمی کنم، سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. حکایتی دگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دگر گذر.
شکوه بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جست و اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی، از تو حذر نمی کنم، سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. Yeah.
بله دوستان عزیز، در کنار هنرمندی هستیم، هنرمند ارزندی که دقیقاً امسال عید درست یک سال هست که این هنرمند خوب با شوی تلویزیونی تنین فعالیت هنریشو آغاز کرده. علی فخرالدین چهره موفق سینما تئاتر در ایران و در لس آنجلس که البته خوب یه لقب بزرگ مردم داشت که گویا دوستان خورده گرفته بودن، بهترین هنرمندی که در کارهای تئاتر یکی از بهترین ها رو که میتونیم اسم بیاریم آقای علی فخرالدین هستن که بنده افتخار داشتم که یک سال در خدمتشون بودم و برنامه لحظه به لحظه در ارتباط مستقیم رو با هم دیگه ضبط میکرد. عید شما مبارک و خوش اومدین به برنامه خودتون. عید شما مبارک، عید بقیه دوستان مبارک و همچنین عید همه هموطنان عزیز چه در داخل مملکت و چه در هر نقطه جهان هستن، عید همگی مبارک. سلام آقای فخرالدین، شما خالق حاج آقا میرانورکی هستی. بله. چه جور شخصیتی حاج آقا میرانورکی؟ آیا بدجنسه؟ آیا والا من نمیتونم بهش بگم حاج آقا، وقتی من خالق یک کرکتری هستم، مخصوصا این کرکتر نمیتونم اسمشو بذارم، یک کرکتری رو به اصطلاح خلق کردم که آدم بدجنسی، اینو باید بذاریم به عهده تماشاچیان. تماشاگران هستن که یک اثر و یک کار رو نگاه میکنن و بعد نظر میدن که اصلا این کار چی هست و اون شخصیت چه نوع شخصیتی هست و کیو داره رپرزنت میکنه. بسیار عالی. خب آقای فخرالدین، چی شد که تصمیم گرفتین که این سریال لحظه به لحظه رو بسازین و چی شد که اون قضیه درست کردن ویدیوهای هنرمندان رو بهش اضافه کردی؟ بله، سوال بسیار بسیار خوبی کردی برادر من. شما که میدونی چرا بینندگان نمیدونم. خدمت شما عرض کنم که همون جوری که میدونی شهرز عزیز و بقیه دوستان، به نظر من یک کار در یک برهه از زمان به یک شکلی میگیره که متناوب روش کار بشه. یعنی به این شکل نیست که اگر مثلا امروز من همون حاج آقا میرانورکی که شما بهش اشاره کردید نه. اگر از مثل روزای اول شروع کردم به ساختنش و به همون شکل ادامه میدادم، خب این در لانگ ترم یعنی در دراز مدت، حالا هیز مسائل انگلیسی و حرف انگلیسی هم میاد، ببخشید پیش میاد، چیکار کنیم؟ داریم یواش یواش عادت میکنیم که نگیم، ولی میشه در طول یک مدت زیاد این کار وقت کلیشه میشه. بنابراین به نظر من هر شخصی که توی مخصوصا کار نمایشه، کاری که من دارم ارائه میدم، وظیفه‌شه برای خود کار من. خود اون شخصی که اون کار رو داره ارائه میده، خودش برای خودش وظیفه است که سعی بکنه این کار رو به شکلی ارائه بده، متناوبش بکنه که تماشاگر مورد پسند تماشاگر قرار بگیره. یعنی هر بار لحظه به لحظه که این نمایش رو میبینه یا این تیکه های نمایش رو میبینه، بیشتر جذبش بشه و بیشتر بخواد این داستان رو دنبال بکنه و ببینه چی میشه، قهرمانان داستان کجا هستن و آیا هفته دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته. و اینه که هنوز تازه به آخر سوال شما من میرسم الان. و اینه که من از موزیک ویدیوهای خوانندگانی که در اینجا دارم فعالیت میکنم و چه بسا اونایی که در وطن هستن استفاده کردم و یک به قول معروف فوتوکپی گرفتم از کارشون یا شبیه سازی کردیم، خیلی راحت بگم که خوشبختانه مورد سلیقه یا پسند بچه های 8 ساله تا 90 چند ساله. آقای شروز 9 ساله I'm gonna go get 'em.
آقای فخرالدین عزیز جان، برای نوروز امسال، برای نوروز امسال غیر از اون لحظه به لحظه در ارتباط، غیر از لحظه به لحظه در ارتباط مستقیم، حقیقتا من در تکاپوی یکی دو تا برنامه‌ای هستم که اگر دوستان به ما هم فرصتی بدن، وقتی بدن، اون ور قضیه شاید ما هم یه راهی باز کردیم تو این ایدیه، یه جای ما خودمون رو جا کردیم. اگه اون وریا آی پشت سویچیا اونا آی ایشون کی باشه؟ آقای امیر قاسمی کارگردان برنامه. ای جان در آمده خوردی؟ آقای فخرالدین در صورت موفقی قربانت، امیدواریم که همیشه موفق باشی، کارات خیلی خوبه و هر جا که به هر حال من میرم همیشه از برنامه تو تعریف میشه، انشالله که روز به روز به موفقیت اضافه بشه و همینطور به کارهای خوبت. همینطور عید خیلی خوبی رو داشته باشی. خیلی ممنون که به برنامه خودت اومدی. مرسی. اگر حرفی دیگری داری ما در خدمتون هستیم. حرف من اینه که واقعا بچهای تلویزیون تنین همشون خیلی بچهای جوان و فعال، ممنون. همه واقعا تشکر شما. من این مدت همینجوری که گفتم قبلا 15 16 سال آمریکا هستم، تا حالا ندیده بودین من مستقلا کار تلویزیونی بکنم. ولی از پارسال که شروع کردم و واقعا خیلی خوشحال هستم، جدا اینو میگم از صمیم قلب. این انرژی که بین شما هست واقعا منم اون انرژی رو یه جوری با شما ها دارم شیر میکنم. جوانتون کرده آقای فخرالدین. چی میگه؟ میگن جوانتون کرده آیه نبرون صدادو ببخشید. باشه اونم قبولا موافق هستی یه قسمت از خواننده های مختلفی که با در طول برنامه های لحظه به لحظه داشتیم نگاه کنیم با هم دیگه؟ اتفاقا دوست عزیز شبهای تار من بسیار کار خداپسندانه ایه، خیلی میپسندم. چطوره با هم؟ حتی. آقا جواب چی میشه با هم؟ جواب چی؟ بقیه حرفا بگین خب؟ یعنی بری؟ نه بگین، میخوایم اون قسمت رو نگاه کنیم. حالا نگاه کنیم دوره برگرد. بله. کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به حرف زورش نمیدم، به کسی میدن که کس باشه، بیهن تنش ها کس باشه. شا میاد و بالشگرش، شاهزاده ها دور و برش، واسه پسر کوچیکترش آیا بدم آیا ندم، آیا بدم آیا ندم، به کسی میدم که تک باشه، ملک باشه و ملک باشه، به کسی میدم که تک باشه، ملک باشه و ملک باشه. صحنه باز منو صدا
کجا رفتی؟ تو از بیراه ما رفتی؟ تو چشم سیاه کجا رفتی؟ باید سر به جنون زد، دل به خاک و خون زد، نرا از روزگارم بی تو تموم کارم. اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، فقط دیگه یه سوالی از شما داشتم. من هر وقت که برنامه تلویزیونی تنین رو ادیت میکنم میبینم که هر هفته علیرضا یه سری نوت بازم میذاره که اگر که جا نبود برنامه شما رو نذاریم. مشکلی داریم با علیرضا شما؟ هر هفته میبینم برنامه‌تون بعضی موقع 2 دقیقه میشه، بعضی موقع 3 دقیقه میشه. قابل توجه آقای علیرضا و قابل توجه بینندگان خوب تلویزیون تنین، من حقیقتا دوست دارم کارم رو تو اون اشلی که هست الان ادامه بدم، ولی ایشون یه مقدار یه تعصبات خاصی داره، این آقای علیرضا، اینی که ویتو میکنه بعضی وقتا، آره، به خاطر اون تعصبات خاصی که داره و خب به نظر خودش هم اون تعصبات قابل پذیر هست. شما که میپذیرید اون تعصبات رو؟ نمیپذیرید؟ بله، ایشون هر چی بگن ما میپذیریم. شما میپذیرید؟ بله. ایشون شما هم که بخواین نخواین داره میپذیرید. من حالا... نه، من نمیپذیرم. من رو قطع و وصلش میکنه تو تحصیل. بله. من بله در صورت نه کلا قضیه این که به حال اینکه شوخی بود، شوخی بود، شوخی بود. تو بعضی وقتا آقا به در نخوره شوخی بود. ببینید از بعضی وقتا انقدر تراکم برنامه ها زیاد هست به دلیل این هست که ما ترجیح میدیم که چون علی فخرالدین از خودمونه از برنامه علی جون بزنه از برنامه دیگران نزنه. خب آقای علی فخرالدین ان شاء الله که همیشه در کارتون موفق باشید و لحظه به لحظه رو فراموش نکنید. ان شاء الله که نوروز خوبی رو در پیش داشته باشید. مرسی که تشریف آوردید. خیلی ممنون. همچنین آرزوی سال خوبی رو برای تک تک شما دوستان بسیار خوب و جوانم دارم و همچنین بچه های پشت دستگاه در اتاق کنترل و تمامی ملت ایران. درود بر یکایک شما. شما از اول شد و با آخر قسمت چهارم رسیدیم. بله، آخر قسمت چهارم یه خورده دیر رسیدیم. 2 ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از برنامه و انشالله که تا حالا لذت بردید از برنامه. شما از آنی که در اروپا، در آمریکا، در خاورمیانه، در خاور دور، در هر کجا که هستید، مخصوصا ایران عزیز، بله، از این برنامه لذت بردید، با آهنگ‌های جدید خواننده هم تو که در قسمت اول گفتیم آشنا شدید و قسمت‌های کوتاه نمایشی که آقای رفیعی هم شهرزخان زحمت کشیدن رو دیدید و خب پس مثل که میگن زودتر تموم کنید که خواهش میکنم. نوار تموم نشده. نوار تموم شده. به هر حال خدافظی کوتاه، دوباره خدمتتون برمیگردیم برای قسمت پنجم. بوزمم هرانم چی دانم کسرت، بوزمم هرانم چی دانم کسرت، آب بوزمم هرانم چی دانم کسرت، بوزمم هرانم چی دانم کسرت.
داری